سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. با مفهوم اوزون و مفهوم دگرشکل در خدمت شما هستیم، مفهوم آلوتروپ. خب اوزون یه دگرشکل اکسیژنه. یعنی چی؟ مفهوم دگرشکل یعنی شکل دیگر از یک عنصر، حالا چه به صورت مولکولی چه به صورت بلوری. این شکل دیگر چه ویژگی مهمی برای ما داره؟ آیا دگرشکل ها خواص و رفتار یکسانی دارن؟ آیا ویژگی هاشون با هم یکسانه؟ قرار در مورد این مطالب با هم دیگه صحبت کنیم. حالا چرا اوزون؟ اوزون به چه علتی برای من و تو مهمه؟ آیا گازیه که مؤثره برای سلامتی ما یا برای سلامتی ما مضره که انقدر داره بهش توجه میکنه؟ با ما همراه باشید تا بریم سراغ جزوه‌مون و به همه مفاهیم و سوال ها پاسخ بدیم. به جلسه نهم رسیدیم دوستان. اوزون دگر شکلی از اکسیژن در هوا کره. اگه به همین تیتر یه نگاه بندازید و یه دقت کنید، متوجه میشید که ما توی طبیعت از عنصر اکسیژن فقط یک شکل و یک ساختار مشاهده نمی کنیم. یعنی ما هم مولکول های دو اتمی از اکسیژن داریم، هم مولکول های سه اتمی از اکسیژن داریم که بهش میگیم اوزون. بیایم پای تخته، بیایم ساختار لوئیس این دو مولکول رو ترسیم کنیم. خب O2 تعداد الکترون های لایه ظرفیتش 12 تاست. گفتیم با پیوند یگانه اتم ها رو به هم وصل کنیم، یکیشون رو اوکتت کنیم، 2, 4, 6, 8, 10 و 12. 12 تا الکترون داشتن، 12 تا رو مصرف کردن، ولی هنوز این اتم اکسیژن به پایداری نرسیده، 8 تایی نشده. پس یک جفت الکترون خط میزنم، تبدیلش میکنم به جفت الکترون پیوندی. این ساختار لوئیس مولکول اکسیژن. ساختار لوئیس مولکول اوزون به چه شکلیه؟ 18 الکترون در لایه ظرفیت داره، با پیوند یگانه اتم های جانبی رو به اتم مرکزی وصل میکنم و اتم های جانبی رو اوکتت میکنم، 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 و 8. 2, 8, 16 تا 18 تا الکترون داشتم، پس دو تا هم میدم اتم مرکزیم، ولی اتم مرکزیم هنوز اوکتت نشده، پس یه دونه جفت الکترون خط میزنم، یک مرتبه اضافه میکنم. اگه به این دوتا ساختار نگاه کنید ببینید با هم متفاوت هستند. خب آیا خواص و رفتار و ویژگی های این دوتا ماده با هم یکسانه؟ خیلی راحت با یک نگاه به ویژگی های کلی این دو مولکول میبینیم نه، ویژگی هاشون با هم متفاوته. یعنی چه ویژگی فیزیکیشون، ویژگی های فیزیکی، چه ویژگی های شیمیاییشون. یعنی چی؟ مثلا بیایم پای مونیتور، ما زمانی که میایم اوزون و اکسیژن رو از نظر رنگ با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم که از نظر رنگی با هم در حالت مایع متفاوت هستن. یعنی خب حالا اوزون رنگ تیره تری داره. از نظر جرمی قاعدتا مولکول اوزون جرم بیشتری داره. چرا؟ چون از 3 تا اتم تشکیل شده. از نظر چگالی منطقا چگالی متفاوتی نسبت به اکسیژن داره. از نظر نقطه جوش میبینیم که نقطه جوش متفاوتی با هم دارن. پس این خواص فیزیکی رو میبینیم که با هم متفاوته. خواص شیمیایی چی؟ خواص شیمیاییشون هم با هم متفاوته. یعنی اوزون یک ماده گندزداست. شما به میوه ها میزنی، شما به مواد مختلف، مواد غذایی اوزون میزنی برای اینکه اونها رو از فساد در از دور کنی و جلوگیری کنی از فسادشون. فساد ماده غذایی یعنی چی؟ یعنی یک ماده غذایی با اکسیژن واکنش بده یا اکسیژن زمینه ساز یک واکنش شیمیایی بشه برای اینکه اون ماده غذایی دچار فساد بشه، خراب بشه. پس اینجا اوزون واکنش پذیریش بیشتر از اکسیژن بوده که نذاشته ماده غذایی با اکسیژن واکنش بده. پس منطقا تو میتونی بگی که واکنش پذیری اوزون و اکسیژن هم با هم یکسان نیست. پس من یک جمله کلیتر و کاملتر میتونم بگم. میتونم بگم اگر دو تا ماده داشته باشیم یا هر ماده ای که ساختاری منحصر به فرد خودش داره، ساختارها وقتی با هم متفاوته در این صورت خواص و رفتار متفاوته. پس من میتونم بگم ساختار تعیین کننده خواص و
رفتاره. ببین این شاه بیت، این شاه کلید مفهومیه که ما داریم میگیم ساختار تعیین کننده خواص و رفتاره. حالا این اوزون و اکسیژن چی؟ یعنی اوزون و اکسیژن آلوتروپ هستن، دیگر شکل هستن. دیگر شکل یعنی چی؟ یعنی شکل دیگری، حالا به صورت مولکولی یا بلوری، از یک عنصر رو ما میگیم دیگر شکل. مثلا من و شما از قبل با کربن، دیگر شکل کربن آشنا بودیم و هستیم. گرافیت و الماس. گرافیت یک ماده جامد تیره است، الماس یک ماده شفافه. گرافیت نرمه، الماس سخته. گرافیت رسانایی الکتریکی دارد، رسانایی گرمایی به صورت کلی ندارد، در حد لایه میتونه داشته باشه. الماس های رسانایی الکتریکی ندارد، الماس رسانایی گرمایی دارد. پس میبینی دوتا ماده داری که این دو ماده از نظر عنصر سازنده با هم یکسانن، یعنی عنصر سازنده هر دوتاشون کربنه، ولی از نظر خواص و رفتار کاملا با هم متفاوتن. چرا؟ چون ساختارشون با هم متفاوته و ساختار تعیین کننده خواص و رفتار است. همین اتفاق تو اوزون و اکسیژن هم افتاده. یعنی اوزون و اکسیژن آلوتروپ های اتم اکسیژن یا عنصر اکسیژن هستن، شکل دیگر مولکولی عنصر اکسیژن هستن، ولی چون ساختاری متفاوت دارن، حالا از تعداد اتم هم متفاوتن، ولی مهمتر از اون چون ساختاری متفاوت دارن، من شما میتونیم بگیم که خواص و ویژگی هاشون با هم متفاوته. پس بررسی ها نشان داده است که عنصر اکسیژن علاوه بر شکل مولکولی دو اتمی به شکل مولکولی سه اتمی نیز در طبیعت یافت میشود. تعریف دگرشک یا آلوتروپ رو اینجا به شما گفتم، گفتم به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می‌شود. ذره سازنده اوزون و اکسیژن یکسان است، تو جفتش چی بود؟ اتم اکسیژن بود، ولی تعداد اتم‌ها و نوع پیوندهاشون با هم متفاوته. همچنین به واسطه آن که تعداد اتم‌های اکسیژن در اوزون بیشتر است، یعنی اوزون دارای 3 اتم اکسیژن بود، مولکول اکسیژن دارای 2 اتم اکسیژن بود، جرم مولی آن از اکسیژن بیشتر بوده. اوزون جرمش میشه 3 ضرب در 16، در صورتی که مولکول اکسیژن میشه 2 ضرب در 16، و چگالی آن نیز بیشتر است و رنگ مشاهده شده از آنها از اوزون در است پر رنگ تره. که اینجا حالا به شما گفتم، حالا این پرانتز بوده، اشتباه افتاده. اوزون مایه بنفش و اکسیژن مایه نیلی یا حالا آبی رنگه. یعنی گفتم از نظر رنگی با هم متفاوت هستن در حالت مایه، از نظر تراکم با هم متفاوت هستن. چرا از نظر تراکم متفاوت هستن؟ ما در فصل 3 با نیروهای بین مولکولی آشنا میشیم. اونجا این نکته رو به شما میگم که یکی از عوامل مؤثر بر نیروهای بین مولکولی، یعنی بین مولکول‌ها یک نیروی جاذبه وجود داره، یکی از عوامل مؤثر بر نیروی جاذبه بین مولکول‌ها جرمه. زمانی که جرم یک مولکول بیشتره یا جرم مولکول‌ها بیشتره، نیروهای بین مولکولی تقویت میشه. به خاطر همینه که نیروهای بین مولکولی بین مولکول‌های اوزون قوی‌تر از نیروهای بین مولکولی بین مولکول‌های اکسیژنه، و به همین دلیل در اوزون مایه شما تراکم مولکولیتون بیشتر بوده و تفاوت در چگالی داشتی، تفاوت در رنگ داشتی، و میتونی دلیل این پارامترها رو برگردونی به همون نیروهای بین مولکولی. پس نیروهای بین مولکولی میان مولکولهای اوزون قوی تر از اکسیژن است، لذا نقطه جوش اوزون بالاتره که میبینید اکسیژن فرمولش O2، جرمش CO2، نقطه جوشش -183، اوزون O3، جرمش 48، یعنی 3 ضرب در 16، و نقطه جوشش -112. که این دو تا نقطه جوش رو حتما تو ذهن بسپار که میبینی اوزون نقطه جوشی بالاتر دارد. چرا؟ چون نیروهای بین مولکولیش قوی تر بوده. حالا اینها خواص فیزیکی بود. تو شیمیایی چی؟ میگه در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده میشود. یعنی همون کاری که ما با کلور انجام میدیم، شما از کلور استفاده میکنی برای در اصل گندزدایی آب، برای از بین بردن جانداران ذره بینی موجود در آب، همون کارو میتونی با اوزون هم انجام بدی و اوزون هم میتونه در اصل آب رو ضد عفونی کنه و عاری از این جانداران ذره بینی کنه درون آب. حالا
زیرا گازی سمی و بسیار واکنش پذیر است. پس واکنش پذیری اوزون از اکسیژن گفتم بیشتره و واکنش پذیری آن از اکسیژن بیشتر است. پس می توان گفت، همون همه اینا رو توضیح دادم و گفتم شاهبید یا شاهکلیدمون اینه، پس می توان گفت ساختار هر ماده تعیین کننده خواص و رفتار آن است. ببین هزار بار این جمله رو برای خودت تکرار کن. دقیقاً شما تا انتهای سال دهم با این جمله روبرو هستید، در یازدهم با این جمله روبرو هستید، در دوازدهم هم با این جمله روبرو هستید. یعنی می‌بینید که زمانی که ساختار متفاوت میشه خواص و رفتار متفاوت میشه. در سال یازدهم تو مفهوم ایزومرها دقیقاً با این مفهوم که این جمله‌ای که گفتم روبرو میشیم دوباره. ولی از اینجا به بعد کتاب اومده در مورد یکی دیگه از ویژگی‌های مهم اوزون صحبت کرد. این ویژگی مهم که برای من شما هم خیلی مهمه و مفیده، وجود لایه اوزونه. لایه اوزون کجاست؟ آیا واقعا اولا لایه‌ای وجود داره؟ نه. زمانی که ما از سطح زمین میریم بالا گفتیم اول لایه که پیرامون زمینه میشه تروپوسفر، لایه بالاتر استراتوسفره. یه جایی تو استراتوسفر، در یک فاصله از استراتوسفر، شما با بیشترین غلظت مولکول‌های اوزون برخورد میکنید. به این منطقه از استراتوسفر که بیشترین غلظت مولکول‌های اوزون وجود داره بهش میگن لایه اوزون. خب حالا این لایه اوزون چی کار میکنه؟ این لایه اوزون مثل یک سپره، مثل یک عایقه و ما رو از برخورد یا از ورود پرتوهای پر انرژی خورشیدی مثل پرتوهای فرابنفش داره حفاظت میکنه. یعنی پرتوهای فرابنفش میان برخورد میکنن به مولکولهای اوزون و مولکولهای اوزون نمیذارن که این پرتوها به سمت زمین بیان. آیا همش؟ نه، یه بخشی از اون رو جلوشو میگیره، نمیتونه جلو همش رو بگیره، ولی همین که داره جلوی بخشش رو میگیره ما رو داره حفاظت میکنه از برخورد این پرتوها. پس منطقا اوزونی که در استراتوسفر وجود داره یک اوزون مفیده، یک در اصل پالاینده است، یک پالایشگره، یک فیلتره. اینو تو ذهن بسپار. اوزونی که در لایه استراتوسفر وجود داره یک پالاینده است، یک پالایشگر و یک فیلتره. برای من و تو خوبه، اوزون اون بالا خوبه، تا اینجا اوکیه. حالا این اوزونه اصلا چجوری اون بالا غلظتش زیاد شده و چه کاری داره انجام میده؟ ببینید دوستان، خب اکسیژن دومین گاز فراوان توی هواکره است، اول نیتروژن بعد اکسیژن. گفتیم که ابتدای فصل عامل وجود جو پیرامون زمین جاذبه زمینه و گفتیم بیشترین جرم هواکره در نزدیکترین لایه هواکره به زمینه. پس منطقا هر چی ما داریم بالا میریم داره مقدار گازها کمتر میشه یا میزان گازهای موجود در لایه ها داره کمتر میشه. هوا رقیق و رقیق‌تر میشود. متن کتابت بوده یاد باشه. لایه تروپوسفر رو من عبور کردم، رسیدم به استراتوسفر. منطقا استراتوسفر بازم نسبت به لایه های بالاییش میزان گاز بیشتری توش وجود داره، یعنی هنوز اکسیژن قابل توجهی، مولکول های اکسیژن قابل توجهی در این لایه وجود داره. چرا؟ چون جاذبه زمین هنوز تأثیرش اینجا زیاده. پرتوهای پر انرژی خورشیدی، یعنی پرتوهای فرابنفش، داره میاد به سمت زمین. مولکول های اکسیژن اینجا زیاده، با مولکول های اکسیژن برخورد میکنه و دو مولکول اکسیژنی که پرتوهای فرابنفش داره بهشون برخورد میکنه انرژی رو جذب میکنن، یه بخشی از انرژی رو، و ساختارشون دوچار تغییر میشه، تبدیل میشن به اوزون و یک اتم اکسیژن. حالا گفتیم اوزون ها هم نیروهای بین مولکولیشون زیاده، پس یه ذره تجمع اوزون اینجا بیشتر میشه. این یه نکته. نکته دوم، پرتوها داره بازم میاد، پرتو که قطع نمیشه، کات که نمیشه، همینجور پرتو داره میاد. پرتو دوباره میاد، این بار برخورد میکنه به اوزون. پس پرتویی که داره برخورد میکنه به اوزون ها، دوباره اوزون ها شکسته میشن و یعنی بخشی از اون انرژی جذب شده، حالا یا باعث شکستن این جذب، باعث شکستن ساختار اوزون میشه و دو تا اوزون دوباره تبدیل میشن به سه تا مولکول اکسیژن، یا بهتر بگیم اوزون دوباره تبدیل میشه به اکسیژن.
پس اینجا یک چرخه شما میبینی، با یک چرخه روبرو هستی، چرخه‌ای که ما بهش میگیم چرخه اوزون. یعنی به واسطه پرتوهای خورشیدی اول اوزون تشکیل میشه، بعد دوباره اوزون شکسته میشه، تبدیل میشه به اکسیژن، و این چرخه مادام هست در اون بالا تو استراتوسفر تا زمانی که من و تو وارد چرخه نشدیم. حتی کتاب در مورد این مفهوم توضیح نداده، ولی به واسطه اینکه مفهوم بسیار مهمیه برای حیاتمون، برای زندگیمون، خوبه یه گریزی بهش بزنیم. تا زمانی که فعالیت‌ها و فرآیندهایی که انسان تبیین کرده و داره انجام میده باعث نشر یه سری گازها نشده و این گازها وارد چرخه اوزون نشدن، چرخه اوزون هست. وقتی این گازها مثل CFC ها، کلوروفلورو در از کربن ها وارد چرخه اوزون میشن، در اینجاست که چرخه اوزون از بین میره، اینجاست که من و شما میشنویم لایه اوزون داره از بین میره. وقتی لایه اوزون از بین میره یعنی غلظت اوزون اون بالا کم میشه، پس منطقاً پرتوهای فرابنفش بیشتری میتونن عبور کنن. پرتوهای فرابنفش بیشتر که عبور میکنن یعنی بیماری های پوستی و مشکلات پوستی و حالا سرطان ها و بیماری ها تو سطح زمین زیادتر میشه. چرا؟ چون پرتوهای پر انرژی داره میاد، برخورد میکنه و ما دچار مشکل میشه. پس این نکته رو تو ذهن بسپار. چرخه اوزون چی بود؟ گفتم به واسطه پرتوهای پر انرژی خورشیدی اوزون تشکیل میشه. این اوزون دوباره پرتوها بهش برخورد میکنن، اوزون شکسته میشود و دوباره تبدیل میشه به اکسیژن و این چرخه همچنان ادامه داره. اوزه در لایه‌های بالای هواکره، یعنی تو استراتوسفر، مانند پوششی کره زمین رو احاطه کرده و البته مقدار آن در هواکره ناچیز است، یعنی در قیاس با اکسیژن و نیتروژن و گازهای دیگر مقدارش خیلی زیاد نیست، ولی گفتم بیشترین غلظتش تو استراتوسفر رو بهش میگیم لایه اوزون. مولکول‌های اوزون مانع ورود بخش عمده‌ای از تابش. ببین این قسمت رو بهش دقت کن، نمیگه همه، میگه بخش عمده. مولکول‌های اوزون مانع ورود بخش عمده‌ای از تابش فرابنفش خورشید به سطح زمین میشود تا موجودات زنده از آثار زیانبار این تابش در امان بمانند. اصطلاح لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر میگویند که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد. هنگامی که تابشه، که حالا تصویر کتابتون هم این شکلیه دیگه، یعنی این سطح زمینه، اینجا بیشترین غلظت اوزون وجود داره، تابش های پر انرژی فرابنفش میاد، نگاه کن، نگفته اصلا عبور نمی کنه. اینجا 1, 2, 3, 4, 5 در از پرتو برای ما ترسیم کرده و گفته که یک پرتو میاد. حالا یک قیاس نسبی که به شما داره میگه جلوی بخش عمده پرتوها رو داره میگیره، ولی یه بخشی از این پرتوها داره میاد به سطح زمین میرسه. پس اصطلاح لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر میگن که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد. هنگامی که تابش پر انرژی فرابنفش به این مولکول میرسد، پیوند اشتراکی بین دو تا از اتم های اکسیژن میشکنه و مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل میشه. ذره های تولید شده می توانند دوباره در واکنش با یکدیگر مولکول اوزون را تولید کنند، اما در این واکنش مقداری انرژی به صورت تابش فروسرخ آزاد می شود. یعنی چی؟ یعنی اون پرتو فرابنفشه که اومد، اون چرخه‌ای که توضیح دادم، که حالا تصویرش رو گذاشتم براتون، تصویری که تو منابع علمی هم هست، توی جزء هستش، حالا نشونتون میدم. پرتوی که اومد یه بخشی از انرژی صرف این فراینده شد دیگه. پس قاعدتاً زمانی که یک پرتو انرژیش کم میشه، طول موجش افزایش پیدا میکنه، یعنی از ناحیه فرابنفش رفته تو ناحیه فروسرخ، به یک پرتوی تبدیل شده که دیگه برای من تو خیلی خطرناک نیست، فقط انرژی داره صرف مثلا گرم کردن. پس لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش رو جذب میکنه و تابش های کم انرژی تر فروسرخ رو به زمین گسیل میداد. بعد در که بهتر گفتم در اصل به این تصاویر دقت کنید، که تصاویریه که اومدم باش چرخه اوزون رو به شما نشون دادم. گفتم اینجا مثلا تو گام اول مولکول‌های اکسیژن وجود داره، بعد شکسته میشن به واسطه اون پرتوها، تبدیل به اوزون میشن، دوباره پرتوهای میاد و مولکول‌های اوزون دوباره دوچار شکستگی میشن و دوباره اکسیژن تشکیل میشه و این چرخه ادامه داره، یعنی دوباره این مسیر برمیگرده. یا به نوع دیگر در اصل اینجا لایه اوزونیه که شما رو داره محافظت میکنه از پرتوهای فرابنفش. چه اتفاقی داره میفته؟ پرتوهای فرابنفشی که داره باعث میشه که اوزون تشکیل میشه، دوباره خود اوزون هم جلوی پرتوها رو میگیره و دوباره اکسیژن تشکیل میشه و یک چرخه
در از چرخه اوزون داره ایجاد میشه، که یک تصویر دیگر که حالا به صورت گام به گام هم هستش که نوشتم قدم اول و دوم و در از تو این چرخه وجود داره، از اکسیژن شروع شده، انتهاش هم میبینی اکسیژنه. پس من میتونم بگم این ابتدا و انتها یکسانه دیگه، یعنی اینم یک چرخه است، حالا به صورت خطی فقط ترسیم شده، که مهمترین قسمت این چرخه اینجاست، یعنی جایی که شما میبینی قدم دوم و سوم که اکسیژن تبدیل به اوزون میشه و اوزون دوباره تبدیل به اکسیژن میشه و همینه که باعث میشه حفظ بشه لایه اوزون. پس این قسمت رو نگاه کن، چیزی که کتاب هم اومده به این شکل به ما گفته، این داره به ما میگه که واکنش اکسیژن به اوزون و اوزون به اکسیژن، این یک واکنش برگشت پذیره، یعنی دو مولکول اوزون در طی فرآیند یک دارن تبدیل میشن به سه مولکول اکسیژن و سه مولکول اکسیژن در طی فرآیند دو دارن تبدیل میشن به دو مولکول اوزون. واکنش برگشت پذیر چه واکنشیه؟ واکنشیه که واکنش دهنده هاش دارن تبدیل میشن به فراورده، فراورده ها دوباره تبدیل میشن به واکنش دهنده، یعنی این واکنشه مثل یک چرخه میمونه، برمیگرده، برگشت پذیر است. حالا اگر هر کدام از این قسمت ها اتفاق نیفته، آیا چرخه ما دوچار اختلال میشه؟ قطعا دوچار اختلال میشه. مثلا اگر مسیر رفت واکنش یک انجام نشه چه اتفاقی میفته؟ بعد یه مدت اینجا نگاه کن، دو تا او سه داره تبدیل میشه به سه تا او دو. اینجا گفتم اگر واکنش رفت انجام در اصل اگر فقط واکنش برگشت انجام شود، یعنی واکنش یک اتفاق نیفته، پس اوزون توانایی و امکان تبدیل شدن به اکسیژن رو نداره، یعنی این قسمت از بین میره اینجا. بعد یه مدت دیگه پرتوها داره عبور میکنه، چون پرتو باعث نشده که اوزون تبدیل بشه به اکسیژن، باعث شکستگی اوزون نشده، پس پرتوها در اصل تونستن عبور کنن و به زمین رسیدن، پس حجم زیادی پرتو رسیده به زمین. اگر مثلا مسیر دو وجود نداشت، بعد یه مدت اصلا لایه اوزون از بین میرفت، چون هرچی اوزون داشتی داشت تبدیل میشد به اکسیژن اگه مسیر برگشت وجود نداشت. پس بقا و وجود لایه اوزون به بقای این واکنش برگشت پذیره. پس مجموعه واکنش های لایه اوزون را میتوان با معادله زیر نمایش داد. شیمیدان ها به واکنش در جهت یک واکنش رفت و به واکنش در جهت دو واکنش برگشت میگن. اگه فقط واکنش رفت انجام میشد، پس از مدتی تمام اوزون از بین رفته و دیگر لایه اوزون وجود نداشت، اگه فقط یک بود. اگر فقط واکنش برگشت انجام شود، پس اوزون توانایی و امکان تبدیل شدن به اکسیژن را نداشته و پرتوهای فرابنفش به زمین میرسد. پس واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن یه واکنش برگشت پذیره، که اینجا تعریف واکنش برگشت پذیر هم نوشتیم. واکنش برگشت پذیر واکنشی که طی آن واکنش دهنده به فرآورده و فرآورده به واکنش دهنده تبدیل میشن. آیا بحث ما هم اینجا تموم شد؟ خب من و شما فهمیدیم اوزون خیلی خوبه دیگه. نه، اینجا میخواد به تو بگه که نه، اوزون یه گاز دو چهره است، یه گازیه که یه چهره خوب داره یه چهره بد داره، یه جا به نفع من و تو عمل میکنه یه جا به ضرر من و تو عمل میکنه. گفتیم اوزون کجا خوبه؟ اون بالا. پس جمله ما اینه که اوزون این پایین بده. بله اوزون این پایین بده. چرا بده؟ مگه من و تو نخوندیم که اوزون یک گاز سمیه؟ مگه نگفتیم برای گندزدایی استفاده میشود؟ پس من و مگه نگفتیم واکنش پذیرش بالاه؟ پس منطقا اگر اوزون اینجا باشه من و تو رو مسموم میکنه، دچار سردرد میشیم، دچار سرگیجه میشیم، حالا تهوع بلاخ. خب اوزون که گفتش یه گاز ناچیز در هواکره. بله اوزون یک گاز ناچیز در هواکره است، ولی فعالیت‌های انسانی به ویژه میتونه افزایش بده میزان اوزون رو. در بیلبوردهای در از آلاینده‌هایی که توی شهرها، کلان شهرها وجود داره مثل تهران، اگر نگاه کنید یکی از اون شاخص‌ها اوزونه. چه زمانی زیاد میشه؟ زمانی که توی زمستون‌ها به واسطه وارونگی هوا تجمع آلاینده‌ها بیشتر شده، در این صورت اوزون هم بیشتر میشه. خب اوزون خود به خود تشکیل شده، خود به خود ایجاد شده؟ میگیم نه. برای اینکه ببینیم اوزون چجوری تشکیل میشه، باید بیایم به چرخه تولید اوزون در تروپوسفر توجه کنیم. ببینید نیتروژن فراوانترین گاز هواکره است، موجود در هواکره است. در قیاس با اکسیژن قبلا خوندیم تو اوایل فصل که واکنش پذیرش خیلی زیاد نیست. به صورت خود به خودی هم نیتروژن با اکسیژن واکنش نمیده.
در هنگامی که رعد و برق زده میشه، یعنی یه تخلیه انرژی بسیار زیاد، در این صورت نیتروژن میتونه با اکسیژن واکنش بده و اکسیدهای نیتروژن تولید کنه. ولی مهمتر از اون، خب همیشه که رعد و برق نداریم، مهمتر از اون زمانیه که خودروی ماشین شما داره فعالیت میکنه. ببین هوای ورودی به خودرو برای احتراق فقط و فقط از اکسیژن تشکیل نشده، بیشترش نیتروژنه. همه اکسیژنی هم که داره وارد موتور ما میشه برای در هنگام احتراق، همه اکسیژنش دچار احتراق نمیشه، یعنی در واکنش سوختن شرکت نمیکنه. یه بخشش فقط در واکنش سوختن شرکت کرده، ما بقیش باقی مونده. خب چه اتفاقی داره میفته؟ هوا اومده وارد خودرو شده، وارد موتور خودرو شده توی اون سیلندرها و پیستون داره حرکت میکنه، احتراق داره اتفاق میفته. زمانی که احتراق اتفاق میفته یه انرژی بسیار زیادی داره آزاد میشه. پس انرژی اینجا تامین شد، اکسیژن هست، نیتروژن هم هست. پس اکسیژن و نیتروژن با هم واکنش میدن. به خاطر همین توی اون تصویری که تو جلسات قبل گفتیم، خروجی اگزوز خودروها، من و تو میبینیم که اکسیدهای نیتروژن مثل NO و NO2 هم وجود داره. چرا؟ چون N2 با O2 واکنش داد. درست شد؟ حالا خب N2 با O2 واکنش بده چه اتفاقی میفته؟ N2 با O2 واکنش میده، NO تولید میکنه. NO با O2 واکنش میده، NO2 تولید میکنه. میگه زمانی که وارونگی هوا اتفاق میفته، تجمع NO2 زیاد میشه. کلان شهرها در زمستان حدودا رنگ قهوه‌ای رنگ به خودشون میگیرن. چرا؟ چون NO2 یه گاز قهوه‌ای رنگه. زمانی که این تجمع زیاد شده، پرتوهای خورشیدی هم داره میتابه، یک واکنش سومی اتفاق میفته. واکنش سوم چیه؟ اینه که NO2 با اکسیژن واکنش میده، اوزونی تشکیل می شود به علاوه نیتروژن مونوکسید، که این نیتروژن مونوکسید دوباره میتونه بیفته تو چرخه، دوباره با اکسیژن واکنش بده بشه NO2 و الی آخر، دوباره یه چرخه ایجاد بشه برای تولید این بار اوزون. پس اوزون غلظتش در تروپوسفر، در جایی که منو تو داریم زندگی میکنیم، افزایش پیدا میکنه. افزایش اوزون یعنی آلودگی. پس یه نکته مهم، اوزون اون بالا خوب بود، این پایین بد. اون بالا آلاینده است، اون بالا ببخشید پالاینده است، این پایین آلاینده است. اون بالا پالایشگر فیلتر، این پایین آلوده کننده است. یعنی من و شما رو به همون آسیب میزنه، به موجودات طبیعی، به انسانها داره آسیب میزنه. پس اینجا به عنوان یک آلودگی محسوب میشه. گفتیم که اوزون آلاینده سمی و خطرناک به شمار می آید، به طوری که وجود آن در هوایی که تنفس می کنیم سبب سوزش چشمان و آسیب دیدن ریه ها می شه. پس می توان نتیجه گرفت اوزون گازی با دو چهره است، در لایه استراتوسفر اون بالا پالاینده و در لایه تروپوسفر یعنی اینجا جایی که من تو داریم زندگی می کنیم آلاینده است. گاز نیتروژن به عنوان اصلی ترین جزء سازنده هواکره واکنش پذیری بسیار کمی دارد و به طور کلی و معمول با اکسیژن واکنش نمیده. تنها هنگام رعد و برق گاز نیتروژن و اکسیژن در هواکره ترکیب شده و به اکسیدهای نیتروژن تبدیل میشن. همچنین، یعنی گفتم همیشه که رعد و برق نمیزنیم، اینجا مهمتره، همچنین در هوای آلوده شهرهای صنعتی و بزرگ به مقدار قابل توجه اکسیدهای نیتروژن وجود داره. در واقع این گازها از واکنش گازهای نیتروژن و اکسیژن درون موتور خودروها در دمای بالا ایجاد میشه. نگاه کن اینجا رو، کتاب اومده این واکنش ها رو به ما داده، گفته گاز نیتروژن دی اکسید به رنگ قهوه‌ایه، هوا آلوده کلان شهرها اغلب به رنگ قهوه‌ای دیده میشه، اوزون تروپوسفری طبق واکنش های رو به رو در حضور نور خورشید تولید میشه. واکنش چیه؟ N2 با O2 واکنش میده دوتا NO، NO با O2 واکنش میده دوتا NO2، NO2 با اکسیژن در حضور نور خورشید واکنش میده، NO تولید میشه و اوزون، که این اوزون دیگه میشه اوزون تروپوسفری، اوزونی که تو جایی که من و تو داریم زندگی میکنیم انتشار پیدا کرده، پخش شده، یک آلودگی محسوب میشه، برای ما خطرناک. پس این سه تا واکنش رو حتما باید تو ذهن بسپارید، چون بسیار بسیار واکنش های مهمیه. هم موازنش رو بلد باشید، هم ترتیب انجام واکنش هاشو. یه نفس بگیریم، بیاین تمرین ها رو با هم دیگه حل کنیم. تمرین یک رو نگاه کنید دوستان. گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر دلیل بررسی نمایید. با گرم کردن مخلوط مایع اوزون و اکسیژن، ابتدا مولکول های اوزون جدا می شوند.
یه ظرف دارم داخلش مخلوط اوزون و اکسیژن به صورت مایع است. اول من میگم دمای این چقدره؟ قطعا دماش باید کمتر از منفی 183 باشه. چرا؟ چون نقطه جوش اکسیژن منفی 183 بود. خب مثلا دماش منفی 185. داریم بهش انرژی میدیم یا درست داریم فشار رو از روش برمیداریم، اینا خود به خود دماشون میاد بالا. حالا فرض کنید داریم بهش انرژی میدیم، منفی 185، منفی 184، منفی 183. پس اول میرسیم به نقطه جوش اکسیژن. اول اکسیژنه که جدا میشه، یعنی از حالت مایع میره به حالت گازی. ببین نقطه جوش جاییه که ما تغییر حالت داریم دیگه، بین حالت مایع و گاز. پس وقتی رسیدیم به منفی 183، اکسیژن از حالت مایع میره به حالت گاز. یعنی چی؟ یعنی جزئی زودتر از حالت مایع خارج میشه و به حالت گازی میره، جزئی زودتر از مخلوط خارج میشه که نقطه جوش پایین تری داره، ما زودتر به اون نقطه جوش دست پیدا میکنیم. پس آ غلط. ب آلوتروپ ها شکل های مختلف یک اتم هستند. آلوتروپ ها شکل های مختلف یک عنصر هستند. ب هم غلط. پ چگالی و واکنش پذیری گاز اکسیژن کمتر از گاز اوزون است. بله دیگه، عرض کردیم که چگالی و واکنش پذیری گاز اکسیژن هر جفتش کمتر از اوزون، اوزون هم چگالیش بیشتر بود هم واکنش پذیریش. ت تعداد جفت الکترون های ناپیوندی اوزون بیش از 1.5 برابر جفت الکترون های ناپیوندی اکسیژن است. بیا پای تخته ساختار لوئیس ها رو برای ترسیم کردم پای تخته. ساختار لوئیس اکسیژن، ساختار لوئیس اوزون. چند جفت الکترون تو اکسیژن دارم؟ 4 جفت الکترون ناپیوندی. اینجا چی؟ اینجا 6 جفت الکترون ناپیوندی. خب نسبت چقدره؟ نسبت 1.5 هست. 6 به 4 برابر 1.5. اینجا گفته بود چی؟ گفته بود بیش از 1.5 برابره. پس غلط. تمرین دوم گفته که، پس تم عرض کردم دیگه، تم غلط بود. تمرین دو گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیر را پیرامون چرخه اوزون با ذکر دلیل بررسی نمایید. 1. اوزون تروپوسفری واکنش پذیرتر از اوزون استراتوسفری، به همین دلیل تنفس آن بسیار خطرناک است. اوزون که با اوزون فرقی نمیکنه، جفتش واکنش پذیرش بسیار بالاه. فرق تو اینه که من و تو کجا زندگی میکنیم. من و تو هوای پیرامونمون یعنی تروپوسفر، یعنی ما داریم تو لایه تروپوسفر زندگی میکنیم. به خاطر همینه که اوزون برای من و تو سمیه. اگر من و تو استراتوسفر هم باشیم، در اونجا اوزون رو استشمام کنیم، باز هم دچار مسمومیت خواهیم شد. پس 1 غلط. 2. اوزون واکنش پذیرتر از اکسیژن است، به همین دلیل واکنش تبدیل O3 به O2 واکنش برگشت ناپذیر. غلطه دیگه، گفتیم O3 به O2 واکنشش برگشت پذیره، یعنی O3 تبدیل میشه به O2، O2 دوباره تبدیل میشه به O3. ولی این واکنش به واسطه پرتوهای پر انرژی خورشیدی، یعنی پرتوهای فرابنفش داره اتفاق میفته. پس 2 هم غلطه. 3. در روزهایی که رنگ شهر به دلیل آلودگی قهوه‌ای شده، احتمال تولید اوزون تروپوسفری بیشتره. بله این درسته. چرا؟ چون NO2 با اکسیژن در حضور انرژی خورشیدی، پرتوهای پر انرژی خورشیدی و نور خورشید با هم واکنش میدن، اوزونی تولید میشود که این اوزون در جاییه که من و تو داریم زندگی میکنیم، یعنی در تروپوسفر. 4. با نابود شدن اوزون در تروپوسفر، حیات در کره زمین به خطر میافتد. نه دیگه، با نابود شدن اوزون در استراتوسفر، چون تو تروپوسفر که اصلا خودش وجودش خطر بود برای ماها، تو استراتوسفر بود که یک سپر بود، یک پالاینده بود، داشت پالایش میکرد. اگر اوزون استراتوسفری از بین بره، حیات در کره زمین به خطر میافته. چرا؟ چون پرتوهای پر انرژی خورشیدی میرسه به سطح زمین. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم. سعی کردم تمام مفاهیم رو به صورت جامع و کامل یه بار دیگه با این دو تا سوال هم مرور کنم. شما رو به خدا می‌سپارم.